سازمان جهانی شیرایز واچ ده ساله شد. ده سال پرفرازون و نشیب از فعالیت‌های ارزشمند سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان شیرایز واچ در راستای دفاع از مظلومیت مسلمانان شیعه در جهان گذشت. در این باره با حجت الاسلام والمسلمین شیخ محمد تقی زاکری مشاور سازمان های شیعی مستقل و نماینده بنیاد جهانی آیت الله شیرازی گفتگویی تلفنی داریم جناب حجت الاسلام زاکری لطفا درباره این بنیاد جهانی توضیح بفرمایید بنیاد جهانی دفاع از حقوق شیعیان که در سال 2009 تأسیس شده به فرمان حضرت آیت الله صادق شیرازی و به همت عزیزانی که در مؤسسه جهانی و بنیاد جهانی حضرت آیت الله العظم شیرازی فعالیت می کنند این بنیاد پس از شروع مظلومیت شیعیان بحرین فعالتر شد در سال 2009 تأسیس شده و با مشورتهای زیادی که داشتیم با شخصیت شیعه در مختلف کشورهای جهان عزیزانی که براشون مهم بود که مسئله تشیع به شکل مذهب و مسئله شیعه به مظلوم باید رسیدگی بشه و صدای اون به جهان برسه پس از مشورتهای زیاد توانستیم این مطلب رو به فعالیت بیشتری برسونیم و شروع فعالیت علنی این سازمان و این بنیاد دقیقا از وقتی شروع شد که شیعیان بحرین مظلوم واقع شدن و دولت با اونها برنامه ستیزی پیدا کرد این بنیاد از امتیازهای خیلی مهمش اینه که تنها بنیاد مستقلی است که برای شیعه تلاش میکنه و هیچ ارتباط دولتی و حکومتی نداره از ویژگیهای دیگر این بنیاد این است که با مرجعیت شیعه بدون هیچ فرقی با همه مراجع شیعه با بیوتات مراجع شیعه ما در تماس هستیم و گزارش های که این بنیاد منتشر میکنه تقریبا میتونیم بگیم که توانسته پوشش بده و در واقع رسیدگی بکنه و آمار بگیره از وضع شیعیان در کشورهای مختلف الان ما نزدیک هستیم به این که ده سال از تاریخ این بنیاد جهانی بگذره و برای این مطلب حسب امر حضرت آیت الله العظمص صادق شیرازی بران شدیم که یک بازنگری بکنیم یا در واقع حسابرسی بکنیم خودمون را وضع خودمون را وضع این سازمان را و برنامه ریزی بکنیم برای ده سال آینده ولذا ما نامه ای رو فرستادیم برای تمام خیلی از نمیگم تمام اما برای خیلی از نویسندگان پژوهشگران محققان و منتقدین که بررسی بکنند وبسایت این سازمان را فعالیت های این سازمان و بنیاد را و تلاش هایی که در سازمان ملل انجام داده این ها زیر ذره بره تا ببینیم کجاها نقاط ضعف ماست و کجاها نقاط قوت ماست و چگونه برنامه ریزی بکنیم برای آینده خدمت به شیعه مظلوم در دنیا امیدوار هستم که انشاءالله بتونیم با یک برنامه ریزی بهتری ده سال دوم را آغاز بکنیم و بتونیم که در واقع با سرفرازی بیشتری در محضر آقای امام زمان قرار بگیریم من چون مشاور سازمان های حقوقی شیعه هستم دنبال این قضیه هستم تا شاید بتوانیم یک بررسی بهتری رو داشته باشیم روایت داره که در از قول امامان معصوم چند امام معصوم این مطلب رو فرمودن که فرمودن حاسبو انفسکم قبل ان تو حاسبو حساب رسی بکنید وضع خودتون را قبل از آنی که دیگران حساب شما را برسن یا وقت حسابرسی رسی آخرت برسه و وزنوها و ارزشیابی بکنید فقط حسابرسی نیست ارزشیابی بکنید که قبل از آنی که دیگران ارزشیابی بکنن وضع شما را